سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای مسعود آبپرور، کارگردان، فیلمنامه نویس، مدرس بازیگری و کارگردانی به کتاب باز، خیلی خوش اومدید. خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام بیننده های پروپا قرص و پیگیر شما. خیلی خوشحالم که در خدمت شما. ارادتمندم، بر ما هم جای خوشحالی خیلی زیادی داره که شما دعوت ما رو قبول کردید. مخلص شما. آیا پرور از کی کتاب میخوندین؟ از چند سالگی چه جوری کتاب خون شدید و چه کتابایی میخوندین؟ عرض کنم خدمتتون که اصلا با پدیده کتاب با واسطه آشنا شدیم. حالا به هر حال من یه کارگرزاده هم و توی خانواده‌ای که خیلی سواد آنچنانی وجود نداشت پا گرفتیم. منتها تو سالهای قبل از دبستان یادم میاد ما توی جنوبی ترین نقطه تهران که زندگی میکردیم، خونمون دو تا اتاق بیشتر نداشت. تقریبا هم پر جمعیت بودیم، یعنی حالا پدر و مادر و 5 تا برادر و تا یه مقطعی پدر بزرگ و مادر بزرگ هم با ما زندگی میکردن. دو تا اتاق، ولی خب به خاطر مسائل مالی و مشکلات بعد یه اتاق رو هم اجاره میدادیم. مستأجر ما یک، یعنی همه خواهر برادر و پدر بله. مادر و پدر بزرگ مادر بزرگ در یه اتاق زندگی میکردن. بله بله. و اون اتاقی که اجاره داده بودیم به یک خانواده بسیار با فرهنگ آذری اجاره داده بودیم و پدر این خانواده که جوان بسیار خوش صدایی هم بود، یک لهجه شیرین و دلنشین آذری هم داشت. ما هم حالا به هر حال چون خودمون ریشه آذری داریم، خیلی وقتا برای ما شاهنامه میخوند و کتابای بزرگ شاهنامه و کروغلی و اینجور چیزها رو داشت و اینها با صدای رساش گاهی اوقات، مخصوصا تو تابستون، اون تصاویر تو ذهنم هنوز، توی حیات خونه ما در واقع میخوند و یه چیزی، نمیخوام بگم نقالی میکرد، ولی تقریبا با نمایش توأم بود و خیلی اثرگذار بود. یعنی به واسطه ایشون به هر حال با پدیده‌ای به نام کتاب میشه گفت آشنا شدیم. خب من خیلی بچه درس خونی بودم و شانسی که آوردیم از مقطع راهنمایی به بعد، ما میتونم بگم تو بهترین مدرسه‌ای که ممکن بود توی تهران وجود داشته باشه، تو همون محرومترین نقطه تهران در واقع درس خوندم تا مقطع پایان دبیرستان که مصادف با انقلابه و حالا محصولات یه جورایی میشه گفت فراگیر کانون پرورش فکری، چه به لحاظ سمی بصری و چه کتب مربوط به، یعنی محصولات و تولیدات کانون پرورش فکری، خب خیلی توی این مدرسه تو دست ما میچرخید. من هیچ‌وقت خودم عضو کانون پرورش فکری نبودم، نه تو حوزه فیلمسازیش نه تو حوزه کتاب و اینا، ولی کتابخونه خیلی بزرگی داشت مدرسه ما و ازش استفاده میکردیم و خب به هر حال کم و بیش از اون مقطع با این کتاب آشنا شدیم تا دم انقلاب که خب من با پدیده دکتر شریعتی آشنا شدم دیگه، با کتابای دکتر شریعتی و اندیشه دکتر شریعتی. بعد از دیپلمم دیگه انقلاب فرهنگی و دانشگاه تعطیل شد تا میرسیم به سال 60 تا 62 که من کانون در واقع کانون سینماگران آماتور ایران کنار باغ فردوس کنونی مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی بود، 2 سال اونجا با بهترین اساتید فیلمسازی از دکتر بزرگمهر رفیعا، جمال حاج آقا محمد، آقای جهرومی و مرحوم آقای ریپور و این عزیزان در واقع سینما گذروندیم و دوستان بزرگواری هستن که هنوز تو حوزه سینما دارن کار. شادمهر راستین اینا هم دوره؟ نه فکر میکنم اونا بعد از ما بودن. اصلا اونا ممکنه که توی باغ فردوس بوده باشن. باغ فردوس بودن. ما 2 سال قبل از اون بودیم. من در واقع دوره اولی که باغ فردوس فراخوان داد و امتحان گرفت، من رتبه اول رو آوردم اونجا برای امتحان ورودی، منتها بنا به دلایلی نشد که بریم و ادامه پیدا بکنه و اینها. خب و بعد غیر از حالا آثار دکتر شریعتی، آثار داستانی اینا میخوندین؟ ادبیات، رمان،
بله بیشتر کتابای ماجرایی و فانتزی و بعدها توی دانشگاه هم حالا به نظرم میاد که اصلا این گرایش به سمت کارهای ماجرایی حتی توی فیلم ها و اینها، بعد حالا تو نوع ساختن فیلم ها خود من گرایش به سمت فیلم های معمایی و ماجرایی بیشتر گرایش دارم. فکر میکنم که شاید مال فیلم هایی که میدین چه جور فیلم هایی بود که شما رو سوق داد به سمت فیلم های ماجرایی؟ خیلی اونطوری نمیتونم اشاره بکنم. فرض بفرمایید که حالا همزمان هم فیلم ایرانی میدیدیم هم فیلم فرنگی، ولی نکته ای که یادم میاد برای من از همون نوجوانی خیلی جذاب بود خصوصا توی تلویزیون، دیدن پشت صحنه فیلم ها بود. یعنی مثل الان همه چیز انقدر در دسترس نبودش که الان هر کسی اراده بکنه پشت صحنه هر فیلمی رو که در جهان اکرام میشه از چند وقت بعدش میتونید تو اینترنت به راحتی پیدا بکنید. منتها اون موقع خب اینطوری نبود و برای من خیلی فرصت مغتنمی بود زمانی که تلویزیون نمایش میداد در واقع پشت صحنه فیلم ها و سریال ها رو. یادم میاد که از اول پشت صحنه ها از خود فیلم ها و سریال ها برای من جذاب تر بود. یعنی این گرایش بود چه جوری این کارا رو کرده. بله، و از تقریبا 14 سالگی دوربین خیلی ساده سوپر 8 داشتیم و فیلم برداری می‌کردیم. بهترین دوربینمون هم همون توی دی ماه 57 بهمن ماه 57 که دیگه انقلاب بود و اینها، اون موقع 10-14 کنان تونستیم با دوستم شریکی از یک بنده خدایی بخریم خیلی ارزون، 7000 تومان بود، منتها ما 2000 تومان خریدیم. چی شد که به سینما علاقه مند شدیم و فیلم سازی؟ اینو نمیدونم، ریشهش رو نمیدونم، شاید برادرم باعثش بود. برادر بزرگترم خب 7 سال از من بزرگتره، ایشون سینما رو خیلی دوست داشت، یعنی فیلم دیدن رو خیلی دوست داشت و تابستونا چون من از وقتی یادم میاد از اول دبستان اون 3 ماه تابستون رو همیشه کار کردم. فکر میکنم که از مثلا 4 و 5 دبستان دیگه سپرده شده بودم دست داداشم که تابستونا من ببره سر کار. ما میپیچوندیم میرفتیم سینما، اصلا سر کار نمیرفتیم. و کارگردانی و سینما رو به صورت خودآموز یاد گرفتین؟ توی اون در واقع جایی که ما کانون مرکز در واقع کانونی که ما سال 60 تا 62 فیلم سازی یاد می‌گرفتیم، قبلش من 3-4 تا فیلم ساخته بودم. همون چون فیلم سال 57 داشتیم فیلم حادثه‌ای و اینا بود. تقریبا کسی توی اون مقطع اونجا مثلا ما 25 نفر بودیم کسی فیلم نساخته بود و بچه ها یادم میاد که با خیلی هیجان عجیبی اون فیلم ها رو نگاه میکردن که مال 16 سالگی من بود، مال 17 سالگی من بود و با برادرام ساخته بودیم. الان هم اخوی ها در کار سینما و تلویزیون هستن؟ من 2 تا از برادرانم با همسرانشون در واقع کارمند صدا و سیما بودند، بازنشست شدن. از خانواده مهندس محسن داره. که خب توی طرح و توسعه است، ربطی به برنامه سازی نداره. بهرام که توی تدوین خبر بود تقریبا حدود 10 سال اگه اشتباه نکنم 10-12 ساله که تمام کارهای من رو ایشون تدوین میکنه و تدوینگر خیلی خوبیه. کتاب پلیسی میخوندین؟ چون شما اکثر ساختهاتون یه تم پر از ماجرا و تعلیق و در واقع پر از کشش داره. کتابایی هم که میخوندین از همین جنس بود؟ نه واقعیتش، نه واقعیتش. یعنی اصلا علاقه‌مند به ادبیات پلیسی و کاراگاهی هستین؟ خیلی نه، البته فیلم های پلیسی و اینا خب زیاد میبینم، ولی این که کتب یعنی در واقع ادبیات پلیسی رو دنبال بکنم نه. چون یه موقعی کتاب های حالا هم پلیسی میگن هم کاراگاهی بهش میگن خیلی خونده میشد، ولی قشر فرهیخته این کتاب ها رو کتاب های جدی به حساب نمی آوردن. امروز این دسته از کتاب ها، این دسته ادبی هم بسیار دسته مهم
و جدی به حساب میاد که هم مترجمای خیلی قدری دارن روش کار میکنن، هم نویسنده ها، و هم به خیلی جدی نقد میشه، بررسی میشه، یه گونه ادبی خیلی مهمه که مورد اقبال خاص و عام قرار گرفته. پس شما زیاد کتاب پلیسی رو تعقیب نکردید، ولی فیلمش رو فرمودید نگاه میکنید؟ خیلی زیاد. هنوزم همینجوره؟ هنوزم همینجوره. بسیار عالی. من میخوام چند تا از کتاب ها و فیلم هایی که براتون تاثیرگذار بوده، اثرش براتون مونده یا الان که دیدین پیشنهاد میخواین بکنین به بیننده های ما رو، لطفا بفرمایید. بله، تو حوزه فیلم و سریال خب تحت ژانر جنایی محسوب میشه فیلم های پلیسی. خب من خیلی علاقمندم، دنبال میکنم، مثلا ساخته های دیوید فینچر رو خیلی دنبال میکنم، یا فرض بفرمایید قبل از اون هیچکاک، اساساً به دلیل سبک خاصی که در فیلمسازی داره و همیشه به چگونگی اهمیت میده، چون شما میدونید که توی ایران و توی فیلمسازی ما اساساً ما یه مدت راهمون رو گم کردیم، همش دنبال این هستیم که چی میخوایم بگیم، چی میگیم، در حالی که توی حوزه هنر به نظر میاد که چگونگی یا چگونه گفتن اهمیتش خیلی بیشتر از چه گفتنه. اینه که من با فرم بیشتر سر و کار دارم. شما برای هر کدوم از فیلماتون قبلش به اینکه چه جوری اینو بگید فکر میکنید که حالا این یکی کارمو چه جوری بگم، به فرمش یا در لحظه شکل میگیره؟ حتما فکر میکنم. مثلا همین که تو اصلا به ساز و کار فرض بفرمایید که معمایی اهمیت بدی و فکر بکنی که میخوای ذهن مخاطب رو به چالش بکشی، این خودش چگونگیه، یعنی اینکه میخوای اصلا با مخاطبت چیکار بکنی. اینکه حالا چی میخوای بگی تو مرتبه دوم قرار میگیره. یه چیزیه که یه ذره به نظرم میاد که اینجا مقفول مانده. من بیشتر با ذهن مخاطب کار دارم. مثلا فرض بفرمایید توی هوش سیاه زمانی که ما خواستیم کارمون رو شروع بکنیم، قبلش شاید یه توضیح لازم باشه که من اساسا کارم رو از 74 با سازمان شروع کردم، توی معاونت سیما و با الگوسازی، یعنی با نمونه سازی. یعنی سال 74 ما نخستین ویدیو کلیپ های ایرانی رو اصلا پایه‌گذاری کردیم، تصویری کردن ترانه ها رو، آهنگ ها رو، موسیقی ها رو که کارهای بسیار گرانی هم بودند در نوع خودشون و پایه محکمی هم توی اون حوزه گذاشته شد. بعد که وارد ساخت تلفیلم شدیم، فکر میکنم که باز سال 77 اگر باشه، یعنی قبل از اون اگر سابقهی وجود داشته باشه، من حتما حرف خودم رو پس میگیرم، ولی 77 فکر میکنم که با ما شروع شد. با 3 تلفیلم بود برای معارف شبکه اول، مدیرش آقای سید مجید امامی بود. 3 کار ساختیم که هم بسیار گران بودن، هم بسیار فاخر بودن. ویژوال افکت، مثلا فرض بفرمایید اون موقع سال 77 تا 80 که تازه داشت پا می گرفت، ما سنگین ترین ویژوال افکت ها رو اونجا داشتیم. سعیمون بر این بودش که بعضی از ستاره های سینمایی رو به تلویزیون بیاریم و اینها، و یه کارهای صورت گرفت که من خب به هر حال قدم بعدیم نمیتونستم یه کاری بکنم که معمولی باشه. در نتیجه اگر وارد حوزه سینما شدم با کار قتل آنلاین بود که خب خیلی جوانانه بود، موضوع بسترش هم در واقع بحث اینترنت و قتل‌های زنجیره‌ای و اینها بود. بسیار ممنونم. یه استراحت کوچیک بکنیم و بعد دنباله صحبت و بحثمون رو ادامه بدیم. خواهش میام. ارادتمند. سلام. در ادامه بسته های پیشنهادی این چپ های کتاب باز، امشب با فیلم روانی شروع میکنیم. به 1960 میرویم، به روزهایی که لازم نبود برای دیدن فیلم در سینما رأس ساعت مقرر در سالن حاضر شوید. در آن زمان میشد از میانه فیلم وارد سالن شد و آن را تا آخر تماشا کرد. و
بعد در سالن ماند و بلافاصله قسمت‌های آغازین را در پخش بعدی به تماشا نشست. اما یکی از معادلاتی که فیلم سینمایی روانی اثر آلفرد هیچکاک برهم زد، همین شیوه نمایش در چند شهر آمریکا بود تا از آن زمان تماشاگران مجبور باشند برای دیدن این فیلم رأس ساعتی مشخص خود را به سالن‌های سینما برسانند و علت این کار هم داستان غافلگیر کننده فیلم بود. هیچکاک که فیلم را بر اساس رمان روانی اثر رابرت بلاک ساخته بود، برای لو نرفتن داستان و غافلگیری تماشاگران هنگام تماشای فیلم در سال 1959 تمام نسخه های کتاب را خریداری کرد و حتی چیزی از داستان و جزئیات فیلمنامه به کمپانی سازنده هم نگفت. پس اجازه دهید ما هم پس از 60 سال به احترام جناب هیچکاک برعکس رویه معمول چیزی از خلاصه داستان روانی نگوییم. هیچکاک استاد تعلیق، روایتی تکان دهنده از داستان به تصویر می‌کشد و از همان آغاز فیلم با انتخاب ریتمی سریع و به تصویر کشیدن صحنه‌های منحصر به فرد هیچکاکی تماشاگر را با خود همراه می‌کند. پس اگر تا به حال به تماشای این شاهکار نشسته اید، در آستانه تجربه این ناب از فیلم دیدن هستید. اگر هم می‌خواهید برای بار دوم روانی را تماشا کنید، کشف‌های تازه و لذتی متفاوت در انتظار شماست. اگر هم بیش از دو بار روانی را دیدید که بهتر از ما می‌دانید چرا دیدن این فیلم پس از این همه سال همچنان ما فیلم بازها را سر ذوق می‌آورد. و اما پیشنهاد دوم امشب مستند باراکا با کارگردانی ران فریک. اگر از تماشای مستند زندگی بدون توازن لذت برده اید، تماشای باراکا که در ایران به نام برکت نیز شهرت یافته لذت آن را دوچندان خواهد کرد. یان فریک که فیلمبردار مستند زندگی بدون توازن بود، در فیلم خودش همان راه و روش را در پیش گرفت، اما در مقایسه با گادفیری رجیو، کارگردان مستند زندگی بدون توازن، برای بیان نظراتش زمان بیشتری را استفاده کرد و شاید به همین دلیل این مستند به یکی از پرخرجترین مستندهای دنیا بدل شد. فریک که یک فیلمبردار درجه یک است، برای فیلم خودش دوربین جدیدی با ترکیب قابلیت‌های تصویربرداری زمان‌گریز و جابجایی‌های کنترل شده ساخت و نتیجه کار بسیار تماشایی شد. او برای ساخت این مستند به 152 مکان در 24 کشور جهان سفر کرد که ایران نیز یکی از این کشورها بود. مسجد امام اصفهان، تخت جمشید و شاهچراغ شیراز مکانهایی بودند که فریک در ایران از آنها فیلم برداری کرد. و اما پیشنهاد موسیقی امشب قطعه فولکلور اثر میرجان هاسی. لذت تماشای مستندی که در تصاویرش تقریبا از تمامی ملل جهان نمایندهی حضور دارد، با شنیدن یک قطعه از موسیقی ملل تکمیل می شود. تا بسته پیشنهادی بعدی، خدا نگهدار. آقای آپربر، در حال حاضر چه جور کتابایی می خونین؟ عرض کنم خدمتتون که خب یه بخشش که به تخصص خودمون مربوط میشه و سعی می کنیم که توی این زمینه به روز باشیم. بعد به حوزه نقد من خیلی علاقمندم. مثلا تحلیل نقد یکی از اون کتاباست که کار آقای نورتروپ فرایه. و بیش از اینها چون حالا یک کمی کار تولیدم کمتر شده و تو حوزه تدریس مدتی فعالم، خصوصا بازیگری و کارگردانی، خب حتما خود شما برخوردید که توی حرفه ما روانشناسی بسیار از اهمیت بالایی برخورداره، چه تو ساخت شخصیت، چه تو رنگ بخشیدن به روابط بین آدم ها. اینه که کم و بیش به مباحث روانشناسی و اینها. یعنی روانشناسی هم به درد فیلمنامه نویسی میخوره، هم برای کارگردان هم برای بازیگر. 100%. چه جور کتاب های روانشناسی میخونید؟ در بین علوم هنوز روانشناسی علم محسوب نمیشه، علم مطلق. تو مباحث پوپری در واقع هنوز روانشناسی رو علم به حساب نمیارن، به دلیل اینکه دو دوتاش قطعا چهارتا نیست و خیلی زمان زیادی از عمرش نمیگذره. و مکتب‌های مختلف روانشناسی وجود داره. بله، هنوز در دوران
رشدشه و به بلوغ کامل نرسیده، اما یافته های بسیار بسیار ارزنده و درجه یکی داریم که حیرت انگیزه. یعنی وقتی وارد حوزه تیپ شناسی و شخصیت شناسی و بررسی اختلالات شخصیتی و اینا میشین، میبینین که چقدر کمک کننده است، چقدر به خود آدم تو شناخت خودش، تو شناخت اطرافیانش و در واقع توی شکل دادن به روابطش با دیگران بسیار بسیار میتونه کمک کننده باشه. تو حوزه بازیگری خب در واقع همه اون چه که به نظر میاد به عنوان یک اصل توی بازیگری گفته میشه، تو وقتی توی حوزه روانشناسی میای میبینی که چقدر اینها زمینه‌های دقیق علمی داره. مثلا یافته‌های استانیسلاوسکی خب خیلی دقیقه، منتها تبدیل به شعار شدن. من همیشه به بچه‌ها میگم، بچه‌ها میگن که خب بهترین بازی، خب طرف نباید بازی کنه، باید زندگی کنه. میگم من به عنوان یک اصل، یک قانون اینو قبول میکنم از شما، ولی ما اینجا توی کارگاهیم، داریم بازی رو عمل میاریم. من میخوام بازی کنم، الان به من میگی چگونه من زندگی کنم؟ از کجا بفهمم دارم زندگی میکنم؟ این مگر غیر از اینه که شما در واقع قوانین زندگی رو قبلش کشف کنین؟ ما وقتی وارد مباحث روانشناسی میشیم میبینیم که به لحاظ پایه‌ای برای اینکه بحث ساده باشه و قابل فهم و عمومی باشه، در واقع مغز رو به سه بخش تقسیم میکنن. شاید بخش اولش که پایه اولشه و به انرژی‌های کور مربوط میشه، به دوران بسیار بسیار قدیمی انسان، میلیون ها سال پیش مربوط میشه، جایی که در واقع سبب کار کردن قلب ما میشه، معده ما میشه، کلیه ما میشه، اصلا تحت اختیار ما نیست. این انرژی های کور در واقع تمام فیزیولوژی ما رو کنترل میکنه بدون اینکه ما انرژی صرفش رو بکنیم یا اصلا حواسمون بهش باشه. لایه دوم که باز اونم بین ما و حیوانات، سایر جانوران مشترک هستش، بخش مربوط به هیجانات، احساسات، هیجانات و عواطف انسانیه که اینها هم خود به خود عمل میکنن. یعنی فرض بفرمایید که من وقتی خشمگین میشم واکنش آنی نشون میدم، درست مثل یک جانوری که واکنش نشون میده از ترس، از خشم. یا مثلا فرض بفرمایید که جایی که هستی، چون مغز مسئول حفظ جان ماست، محافظت میکنه از جان ما، مثلا اینجا آتیش بگیره، اولین کاری که میکنه دنبال نجات دادن حیاته، سریع ترین کار ممکن رو میکنه، دیگه به چیزی فکر نمیکنه. اینا همه توی بخش احساسات و عواطف و هیجانات رخ میده. اما چیزی که به نظر میاد انسان رو اشرف مخلوقات کرده و فرق میکنه با سایر موجودات، این بخش پیشانی کورتکس مغزه. چون توی اندازه‌گیری های اخیری که کردن، توی 2016 آخرین باری که اندازه‌گیری کردن، حدود 31% به حجم مغز ما افزوده شده. یعنی بخش انسانی یا بخش پیشانی مغز انسان بخشیست که ذهن ما رو میسازه. تمام تجزیه تحلیل ها، تمام تصمیمات اونجا گرفته میشه. آموزش ها رو ما با اونجا دریافت میکنیم، با این بخش از مغز که سایر حیوانات اون رو ندارن. و خیلی وقت شما دیدین که میگن که هر چه شما بتونین رفتارهات رو کنترل بکنی، یعنی پاسخ آنی ندی. مثلا خشم، ما بحث کنترل خشم رو داریم که طبیعتاً بایستی اون فکر رو، اون عکس العمل رو باید به تأخیر بندازی تا بیاد چرخشی در ذهن شما پیدا بکنه. این بخش بندی در واقع مغز ما رو به اینجا میرسونه که ما در زندگی عادیمون واکنشامون کاملا غریزی است. یعنی اگر یکی از قانونهای زندگی رو بخوایم کشف بکنیم، میگیم که آدم‌ها خیلی غریزی عمل میکنن. یعنی وقتی دروغ میگن یا در واقع احساس و عاطفه‌شون با عقلشون تضاد داره، یه واکنشی داره. یعنی ممکنه دستشون به سمت دهانشون بره،
یا مثلا فرض بفرمایید مگه حوصله شنیدن حرف شما رو نداشته باشم، ممکنه دستم بی اختیار به سمت گوشم بره. اینا کاملا غیر ارادی است و غریزی است. خب من این قوانین رو از زندگی کشف میکنم. وقتی که یه متن رو قرار بازی بکنم، طبیعتا اینا رو میام آنالیز میکنم، یعنی اون متن رو ترجمه میکنم به زبان بازی و اکتاشو در میارم و اینها. اون متن، اون دیالوگ ها بهانه است، اون که متنه، ما باید زیر متن رو بازی بکنیم، اونا رو باید کشف بکنیم و انقدر باید اینا رو تمرین بکنیم که بشه غریزی. پس هم برای بازیگر مفیده، هم برای شما به عنوان کارگردان، برای هدایت بازیگر میتونه خیلی کاربردی باشه. روانشناس بایستی که در واقع یه سری کدگذاری ها بین کارگردان و بازیگر قبلش صورت بگیره دیگه، به این معنا که یه توافقاتی با هم دیگه بکنن. بعد مثلا فرض بفرمایید یک خانومی هست توی هالیوود، خانوم جودیت وستون، میشه کتابو بگیرین که بیننده های ما هم بگیرن. بله خواهش میکنم. ایشون بازیگردانی خلق بازی های به یاد ماندنی در سینما و تلویزیون، جودیت وستون دیگه، من مترجم آقای شاپور عظیمی. بله بسیار عالی، دوستان عزیزمون هستن. ایشون در واقع هم بازیگردانن، هم تربیت بازیگر میکنن، هم در واقع یک آژانسی دارند که به فیلم ها بازیگر ارائه میدند، هم مشاور کارگردانن در امر بازیگردانی، هم تربیت بازیگر میکنن، هم بازی میکنن، هم کارگردانی میکنن، هم دستیاری میکنن. یعنی توی این حوزه همه کار کرده، در نتیجه تجربیات بسیار ارزندش در ارتباط با هدایت بازیگر و اینکه ما از بازیگران چگونه میتونیم انتظار داشته باشیم. یا مثلا ایشون میگه که در واقع رفتار پیشنهاد بکنید، یعنی چیکار باید بکنه، بعد حالا اینکه اون رو هضم بکنه و توی بازیش حل بکنه، اینه که میگم به توافق باید برسن. یعنی باید از یک نقطه بازیگر و کارگردان به نقش نگاه بکنن. من خودم خیلی خوشحال میشم توی کارام وقتی بازیگری رو درست انتخاب کرده باشم و احساس بکنم که صاحب ایده است بازیگر در پیش برده اهداف اون شخصیت، و خیلی خوشحال میشم که سکان اداره اون کاراکتر رو به اون بازیگر بسپارم. و شما اصلاحش میکنیم فقط؟ اصلاحات رو هم دارم یاد میگیرم که چگونه باید انجام بدم که او رو اذیت نکنه. به شدت بازیگرها، چون شما خودتون تجربه بازی داشتید میتونید این رو رد کنید یا قبول بکنید، خیلی دچار استرسن، چون ماها پشت دوربینیم، ما به عنوان کارگردان پشت دوربینیم و او تمام دارایی خودش رو جلوی دوربین میاره و چون نمیدونه چه اتفاقی خواهد افتاد خیلی بیپناهه. و کارگردان نه بایستی که خودش رو معلم بازیگر بدونه، نه مربی بازیگر، نه رئیس او، کاملا با هم همکارن و احتمال داره که هر دو در حوزه کاری خودشون متخصص باشن. در نتیجه مشاوره است، کمکه، و کمک ها هم خوبه که عملی باشه، قابل اجرا باشه. اگر دو سه بار بازیگر یه همچین برخوردی رو از کارگردان خودش ببینه، یقیناً بهش اعتماد میکنه و دیگه حالا خودش ممکنه مراجعه بکنه و با دلگرمی و اطمینان بیشتری در واقع جلوی دوربین اون کارگردان ظاهر بشه، با آرامش بیشتری در واقع. چه کتاب خوبیه، پس برای علاقه مندان به بازیگری میتونه خیلی مفید. هم بازیگری هم کارگردانی، چون نحوه اصلا هدایت بازیگر یا برخورد با بازیگر، روانکاوی بازیگر رو. خیلی ممنونم. میشه کتاب بعدی رو معرفی بفرمایید؟ تو همین حوزه است، یعنی در واقع به روانشناسی مربوط میشه. این کتاب تحلیل رفتار متقابل از یک نابغه روانشناسی به نام اریک برن که در سال 1960 اگه اشتباه نکنم این کتاب رو نوشته. قبلش یک کتابی نوشته بود بازی‌ها که خیلی محبوب شده اون کتاب، و بعدش در واقع تحلیل رفتار متقابل که اومد نوشتن که از نویسنده همون کتاب بازی ها. خیلی از در واقع عباراتی که امروز ما برامون پیش پا افتاده به نظر میاد، مثلا میگیم کودک درون، خیلی از این اصطلاح، یا بالغ، بله مثلا والد، بالغ، کودک و اینها رو که استفاده میکنیم،
یا بحث بازی‌ها یا پیش‌نویس‌های زندگی تمامش در واقع از آموزه‌های اریک برن هست و به نظرم میاد یکی از توفیقات بزرگش اینه که تونسته این مفاهیم به شدت تخصصی و روانشناسانه رو بین آحاد مردم بیاره و بین عامه مردم بیاره. به همین دلیل یه سوء تفاهمی پدید اومده که اینا خیلی عوام زده است، این عامیانه است و اینا کار نمیکنه و اینها، در حالی که بسیار بسیار دقیقند. و جالبه براتون بگم که فرض بفرمایید، مثلا فرض کنید الان ما توی یک دوران فراگیری یک ویروسی خب به هر حال داریم به سر میبریم که شاید هر 100 سال یه بار اتفاق بیفته، شاید خیلیا توی زندگیشون تجربه نکنن چنین چیزی رو. من خیلی خوشحالم توی دوره‌ای زندگی میکنم که همچین چیزی رو تجربه کردم، به دلیل اینکه خیلی از این مباحث اتفاقا اینجا هاست که معنا پیدا میکنه. به نظر میاد یعنی خیلی از مورخین معتقدند که انسان، این بحث باز به مغز مربوط میشه، ما فردی هم همینطوریم. یعنی فرض بفرمایید که چون اصلا دو تا ویژگی مهم مغز، یکیش اینه که به شدت سعی میکنه که مقتصدانه عمل بکنه، یعنی انرژی خودش رو به کمترین حد، مثل دولتی که میخواد بودجه بندی بکنه، دلش میخواد که کمترین بودجه رو صرف بکنه، یکی سرعت عمله، یکی هم مقتصد عمل کردنه. به همین خاطر حالا شما این رو اذهان همه آدم ها رو در طول تاریخ جمع بکنید، وقتی با هم هم عصرن، یک در واقع ذهن جمعی ایجاد میکنه دیگه. این ذهن جمعی هم مثل ذهن فردی عمل میکنه. ما وقتی که یک واقعه غیر قابل پیشبینی برامون پیش میاد، مثلا مثل اینه که ما الان وارد یک اتاق تاریک شدیم، یه سایه میبینیم، در درجه اول میترسیم از اون. چرا؟ یعنی حیاتمون به خطر میفته، ممکنه جا بخوریم، بترسیم، یه خورد فرار بکنیم، بعد فکر کنیم کلیدو بزنیم روشن بشه تا بتونیم حالا آنالیز بکنیم. یا من مثلا فرض کنید شما نشستید اونجا، یک ریسمانی سرش اونجا اومده بیرون، من اول چیزی که میبینم میترسم، فکر کنم ماره، چون اون میتونه حیات من، یعنی مغز اولین پیامی که میده، چون سنبل میکنه، مغز به شدت سنبل کاره، برخلاف اون چیزی که به نظر میاد. وقتی غریزی عمل میکنه، کار اتوماتیکش اینه که تو رو در واقع نجات بده از خطر احتمالی. اون ذهن جمعیمون هم همینطوره. یعنی فرض کنید که وقتی یه ویروسی فراگیر میشه، ما در درجه اول ازش میترسیم، در درجه اول ازش فرار میکنیم، هزار و یک فکر میکنیم که اون چی میتونه بشه، فوری رجوع میکنیم به گذشته. یعنی عین مغز، مغز به سوابق، یعنی به گذشته رجوع میکنه. و ما برای همین برمیگردیم میگیم آنفلانزا وقتی اومد چه شد، چه کردیم. اصلا تمایل انسان به قصه از همین جا میاد. اصلا چرا انسان قصه محوره؟ از ما تو روانشناسی در واقع شاخه‌ای داریم، شاخه روانشناسی قصه محور، که هر آدمی یه قصه ای داره، هر ملتی هم یه قصه ای داره، یک افسانه، یک اسطوره ای در واقع داره. در نتیجه ما وقتی با این پدیده مواجه میشیم، برمیگردیم به قصه های سابق. برنده کسایی هستند که به آینده نگاه میکنند، یعنی وای میستن، ارزیابی میکنند و در واقع برای آینده برنامه‌ریزی میکنند. خیلی صحبتاتون جالب بود و چقدر مفید بود برای این شرایط و این وضعیت. خیلی دلم میخواست که بیشتر صحبت بکنین، ولی متاسفانه وقتمون تموم شده. اما باعث شد که خیلی به روانشناسی دوباره توجه من و فکر کنم عده زیادی از بیننده ها جلب بشه. خوشبختانه از اریک برن شاگردش تاماس هریس هم کتاب وضعیت آخر و ماندن در وضعیت آخر با ترجمه خیلی خوب جناب اسماعیل فصیح، فکر کنم همه این هم بله، ایشون هم در واقع آیه فصیح، خب رمان های خیلی درجه یکی دارن و این ترجمه هاشون هم خیلی روان، خیلی خوب نشون میده که چقدر توجه داره به حوزه روانشناسی. پس کتاب بازی ها، تحلیل رفتار متقابل، وضعیت آخر ماندن، همش که واقعا این وضعیت بالغ و کودک و والد رو توضیح بده و ما اگر بتونیم یه هماهنگی و نظمی بین این سه برقرار بکنیم که هم بازی گوشیمون رو داشته باشیم، هم مراقبت و محافظت رو داشته باشیم و هم تصمیم منطقی و به جا بتونیم بگیریم، بهترین شرایطی که میتونیم به وجود بیاریم. خیلی خیلی ممنونم از شما، مخلصم. خیلی صحبتاتون
خوب بود. کاش بازم این افتخار داشته باشیم که در خدمت شما باشیم. اختیار دارین، باز خوشحالیم. ما اینجا سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو داریم. خواهش میکنم یکی رو به رسم یادگار از ما قبول کنیم. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. بله، بسیار عالی. من همجور که اونجا نشسته بودم نگاه میکردم، شهریار رو بالاتر از بقیه دیدم. بله، و به هر حال اون عرق آذریمون میگه که اگه اجازه بدید شهریار. بله، خدمت شما. خیلی متشکرم. میخواین خودتون ورده این رو ما ضدعفونی کردیم. خواهش میکنم، متشکرم. اگه اجازه بدید من یه عکس هم بگیرم که به یادگار بمونه. فاصله را هم رعایت میکنم و عذرخواهی میکنم جلوتر وامیسم که این فاصله رعایت بشه. جناب آب پرور، ما در این برنامه آرزومون اینه که مردم بیشتر با هم حرف بزنن، بیشتر کتاب بخونن و تا جایی که ممکنه بیشتر مواظب سلامتی خودشون و خانوادهشون باشن. من فکر میکنم تنها چیزی که برامون میمونه همینه، باید مراقب هم دیگه باشیم. ارادتمندم. خیلی از این که دعوت ما رو قبول کردید. ارادت دارم از شما و همه همکارانتون و کسانی که ما رو تعقیب میکنند و این برنامه رو میبینند. تشکر میکنم. خیلی خوشحالم که در خدمتون بودم. قربون شما. متشکرم. شب دهم. نامت چراغی است که به خانه می آویزم، گرم و روشن. نامت بازتاب درختان است بر برکه که زیبایی را تکثیر می کند. پاره آتش است زیر دیگ و تنها کلمه است که در سکوت مطلق به گوش می رسد. از نامت ناف آهو معطر می شود و تکان چوب دستی رمه را به علف می رساند و پرنده اولین را پیامبر فوجی پرنده می کند. من از نامت اعجاز زنده شدن دوباره درختی را دیدم که در زمستان میان برف ها گم شده بود و افتادن بشقاب گل و مرغ مادرم را از گنجه بیان که بشکند. من دیدم یک ماهی نامت را به دهان گرفته بود و زیر یک لایه یخ تنش گرم می شد. اگر نامت نبود همه کوچه ها و خیابان ها ما را گم می کرد و مادرها تمام غذاها را در دوری ما می سوزندند. خوب شد نام تو را بلدم. خوب شد همیشه وقتی صدایت می کنم بر می گردی. سلام آقای مسعود فراستی. سلام سروش عزیز. ارادتمندم. دفعه قبل درباره این صحبت کردید که در قرن 20 دفعه یک نهله فکری ایجاد شد که به شدت به مؤلف اهمیت میداد. در 1960 بارت و بعد از اون بقیه میان و تئوری مرگ مؤلف رو میگن، یعنی میگن مؤلف اهمیت چندانی نداره، به جای مؤلف زبانه که اهمیت داره. چی اهمیت داره؟ موضوع چیه؟ و بعد خواننده. این ستا اهمیت پیدا میکنه. تا اینجا رو صحبت کرده بود. الان ما رو بحث خواننده یکم بیشتر باید بایستیم، چون در واقع با حذف نویسنده یعنی فاعل شناسا سوژه اصلی
خواننده سوژه میشه. چجوری؟ معنای یک متن نه خواستگاه آن نویسنده نیست، بلکه در مقصد آن خواننده نهفته است. یعنی همه چیز خواننده است، نویسنده نیست. هر متن به گونه بی پایان اینجا و اکنون نوشته می شود. یعنی هر متنی مستقل از متن اولیه که نوشته شده توسط نویسنده، که دوستان نویسنده نمیگن، میگن زبان و موضوع، اینجا و اکنون مدام نوشته میشه خواننده. این یک گرایش به وجود میاره که تو ایران ما هم اومد که آقا من خواننده تعیین میکنم، من میگم این متن اینه، مستقل از اینکه نویسنده چه قصد و غرضی داشته در نوشتن، چی داشته میگفته و چگونه میگفته. در واقع اینجا خواننده هر بار که متولد میشه، هر باری که با متن مواجه میشه، خواننده متولد میشه و سوژه میشه، سوژه جدیدیه که حتی از دو سوژه قبلی زبان و موضوع هم مهمتره. ما در حال حاضر باید برگردیم به بحث متن، دوباره بیایم رو بحث خواننده. از نظارت مؤلف و نیز قیمومیت منتقد رها می شویم. این نظر بارت. خب طبیعتاً حالا می رسیم به بحث تو در دفعه پیش، سانتاگ و تفسیر. هم از شر به اصطلاح دوستان نویسنده خلاصیم، هم از شر منتقد. بلکه همه ی خواننده ها هم نویسندن هم منتقدن و خودشون تعیین میکنن. اینجا سوال میشه خود بارت کجاست تو این بحث؟ مگه نویسنده و منتقد نیست؟ و مگه نظریش نمونده، نظریه مرگ مؤلف به اسم بارت؟ بارت با این نظریه در جهان سیطره پیدا کرد تا دو یه دورای طولانی. پس بارت چی میشه؟ بارت خواننده است، موضوع زبان یا نویسنده است؟ نقدای بارت رو یکی دو تاشو ببینی واقعا کیف میکنی. نقد بر راسین، بر بالزاک، نقدای بسیار جدی و راهگشا. خب این چی میشن؟ این نقدا خود به خود نوشته شده بدون نویسنده و خواننده باید تعیین کنه هر بار؟ آشفته است به نظرم بحثه. جواب چیه؟ جواب ندارن، بدترش میکنن. دریدا وارد میشه، دریدا وارد میشه و دریدا این رو رشد میده. حالا قبل از که به دریدا برسیم، در واقع اثر هنری از یک اثر ناخودآگاه هنرمند تبدیل میشه به یه اثر خودآگاهی که ناخودآگاهیش منوط به خواننده است، نه به اثر. اثر نیست که خودش فی نفسه در این جهان زنده میمونه. یعنی وقتی میگیم باید تو من توضیح بدم دوستان، هملت چیه؟ هملت 5 قرن زنده است. وقتی میشه هملت؟ هملت رو من خواننده تعیین میکنم هملت چی بوده یا خود نوشته هملت رو؟ چرا هملت به اضافه مؤلفش شکسپیر باقی مونده؟ 5 قرن هملت به اسم شکسپیر مونده، همه هم میدونن هملت مال شکسپیر. مؤلفی ها میگفتن هملت مهم نیست، شکسپیر مهمه. اینا میگن شکسپیر مهم نیست، حتی هملت هم مهم نیست، خواننده مهمه. خواننده است که میگه هملت چیه. خواننده است که حق داره چیکار کنه؟ هملت رو هر جوری دلش میخواد بفهمه یا حتی توی صحنه تئاتر اجرا کنه. اجراهای مدرن و پست مدرن از هملت من دیدم تو همه ایران خودمون. هملت با کوله پشتی، با شلوارک، هملته. یعنی این
بلبشوی حق با خواننده است و نه نویسنده و نه حتی اینجا دیگه متن. چون اگه نویسنده رو حذف کنیم به متن بچسبیم دعوامون کمتره، به متن هم نمیچسبیم، به خواننده میچسبیم. خواننده تئاتر، خواننده متن، تماشاگر تئاتر، تماشاگر سینما. یعنی به نظر من بحث متن رو هم که اول بهش بها میدادن، این بها درجه دومه. خود خواننده است که تعیین کننده است. باید خواننده این نظر داره که به سلیقه من، به باور من، با نگاه من متن اینه. کی تعیین میکنه دیگه متن چیه؟ کی تعیین میکنه؟ به نظر این دیگه هر آن نوشته میشه توسط خواننده. هیچ کس تعیین نمیکنه. این یه دموکراسی آنارشیکه دیگه. دموکراسی تو گیومه و آنارشی. هر خواننده که متن خونده صاحب نظره و صاحب دریافته و مدام توسط اون خانواده و خواننده متن نوشته میشه. به قول دوستان اینجا و اکنون مدام در حال نوشته شدن. من نظرمو بگم، شما اصلاح کنید هر جاش ایراد داشت. به عنوان کسی که علاقه‌مند به این موضوع، نقطه نظر شخصیمو بگم. من فکر میکنم که هر کسی باید کار خودشو بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه نویسنده یا مؤلف باید بیاد بگه دوستان من منظورم این بوده. خواننده میتونه بگه که ولی من این منظور رو برداشت نکردم، من از کلام تو چیز دیگه ای برداشت کردم. نویسنده میتونه بگه من به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل اینو خواستم. اونم میتونه بگه من بر اساس زندگیم، بر اساس زیستم، بر اساس تجربه‌ام حرف تو باعث شد که کلی زوایای دیگه‌ای هم برای من روشن بشه و اینو برداشت کنم. حالا این میگه این، اونم میگه اون، هر کیم هر چی دوست داشت میپذیره یا نمیپذیره. یه چکش بزنیم اینو. بله. من به نظرم نویسنده در اثرش و نه در مصاحبهش میگه که آقا متن اینه. متن مستقل از نویسنده از خودش دفاع میکنه. هملت دیگه به شکسپیر احتیاج نداره. شکسپیر میمونه تو تاریخ. برمیگردم به مؤلف. متنی که سر پا مستقل زنده میسته از خودش دفاع میکنه. دقیقا درست. من مثالی که میخوام بزنم که دیگه میدونین شما اتفاقا درباره صحبت هم کرده بودیم، همینگوی و کتاب پیرمرد و دریا. چقدر حالا تفسیر و نقد نوشته شده که این دریا نماد چیه، این پیرمرد چیه، اون کوسه چیه، اون پسر. کتاب ها، مقاله ها، مطلب ها، صحبت ها و سخنرانی ها. خود همینگوی میاد میگه که من فقط یه پیرمرد گذاشتم، یه دریا، یه کوسه. دیگه چیز دیگه ای منظورم. یه جمله میگه ادامه حرف تو، میگه سعی کردم پیرمرد واقعی باشه، دریای واقعی باشه، یک کوسه واقعی هم باشه. همین. این که تو توی خواننده. پس این توضیح اولی که گفتیه، توضیح در واقع متن میده از خودش دفاع میکنه مستقل از صاحبش. دو، اگرم طرف میخواد نظر بده اندازه همینگوی. من سعی کردم تو این اثر همونجور که میبینید یه دریای واقعی، یک کوسه واقعی و یک پیرمرد واقعیه ماهیگیر خلق کنم. چقدر تونستم دیگه با توه. اینجا میرسیم به حرف تو. تو میتونی بگی که اینایی که خلق کردی تو خواننده، اینجاش به نظر در نیمده، با کوسه در نیمده، یا مثلا ماهیگیرت لقه شله در نیمده. اگه تونستی اینا رو بگو. دو، بیش از آنچه که اثر داره به اعلام میکنه چیه؟ یه اثر واقعی غیر نمادین راستگو عمیق همیشگی. حالا میتونه آرام آرام در ذهن خواننده تبدیل به چیزهای بیشتر و دیگری هم بشه. منتها از اثر به این چیزها میرسه، نه اینکه ولونته آزادانه خواننده برای خودش ببافه. اصلا
خواننده که اینقدر بهش دارن اهمیت میدن، این دموکراسی آنارشیستی که بهش نسبت میدن مانع درک فهم اثرشه، اثر میکنتش. ما میدونیم، قبلا راجعش بحث کردیم، ما باید برای فهم یه اثر اول خوندن یاد بگیریم. تو خاطرت باید باشه، من که خاطرم هست، معلمای ما، من هم در ایران هم اونور که درس خوندم، به ما اول خوندن یاد دادن. سر کلاس یه اثر رو خوندیم، معلم هم خوند، دیگران هم خوندن، هی گفتیم آقا این اثر چقدر بده. بالاخره معلم هم گفت که بلد نیستی بخونی، تمام مکسایی که میکنی مال متن نیست، لغت ها رو غلط میخونی، ریتم خوندنت نمیدهد متن، متن رو دریافت نمی کنی چون خوندن بلد نیستی. پس خوندن اولین و مهمترین کار برای خواننده که خوندن رو درست یاد بگیره. اول دریافت کنه که سروش چی داره میگه، بعد باهاش مقابله کنه، بپذیرتش یا تعمیمش بده. اول خود قضیه است، تو چی داره میگی، تو اثرت، من با اثرت طرفم دیگه، بعد بتونم درست بخونمش. ما وقتی تاریخ بیهقی رو نمیتونیم از رو بخونیم، وقتی خیلی از نوشته های ایرونیمون رو که تو میشناسی و دوست داری و منم بلد نیستیم بخونیم، چه دریافتی داریم میکنیم ازش؟ هیچی، دریافت های پرت و پلا میکنیم، نقض غرض میشه. پس اولین مسئله برای خواننده بودن چگونه خواندنه، خوب خوندنه. من به نظرم این چگونه خواندن ما با هم تو کتاب باز بحث کردیم، یه بار دیگه باید بریم سراغش، تربیت چگونه خواندن. من همچنان خودم بعد از نمیدونم چند سال خوندن، ولی واقعا بعضی وقتا باید خودم دوباره تربیت کنم، من با این متن خوب مواجه نشدم، خوب نخوندمش. اسپینوزا رو مواجه شدم دوباره اخیرا، یه جایشو بد فهمیده بودم، خوب نخونده بودم، خوبم ترجمه نشده بود. یا متن دوباره اخیرا رفتم سراغ سنجش خرد ناب کانت، ترجمه یک استاد بلا منازع که ادبیات و زمان فارسیش بی نظیره، اما متنش غیر قابل فهمه و از طریق اون ترجمه نمیتونی سنجش خرد ناب کانت رو بفهمی، اصلش رو راحت تر میفهمی، نسخه انگلیسیش یا حتی ترجمه فرانسه رو. یعنی من به نظرم میاد که مسئله چگونه خواندن و ترجمه خوب، مترجمه عالی داریم که خیلی هم باسوادن، اما من سراغ دارم که یه متن خوب ترجمه نکردن. پس من چجوری باید مواجه شم با این اثری که خوب ترجمه نشده و کلی چیزای اثر از بین رفته، تبدیل به یه چیز دیگه شده، یا لحن اثر نیست؟ خواننده باید درست بخونه، لحن رو درست در اومده باشه اگر ترجمه است، و از این طریق به اثر مواجه شه، اثر رو دریافت کنه. اینجا حرف تو دوباره، و حالا هرچی از خودش با زندگی خودش با تجربه های زیستی خودش به اثر اضافه یا یه مشکلی که هست، که البته نمیگم به عنوان مشکل یا بدی، یه ویژگی میتونه خوب باشه میتونه بد باشه که تازگی ها خیلی دارن روش کار میکنن، بهش میگن خطاهای شناختی. یعنی اینکه ما وقتی که با یک اثری غیر از گزاره های کاملا منطقی علمی مثل 2 به علاوه 2 مساوی با 4 روبرو میشیم، گزاره های تفسیر پذیر، ما غیر از این که زندگیمون، ژنتیکمون، محیطمون، آموزش هامون، طرز فکرمون، همه اینا مهم هست، اون آموزه ها ما، این که ما به چی علاقه مندیم تأثیر میذاره توی نحوه ادراک ما از هر متنی. یعنی ما مثلا میخوایم به مهر و مهرورزی اهمیت میدیم،
شازده کوچولو رو میخونیم میگیم چقدر داره درباره مهر صحبت میکنه. به کثرت و تنوع اگه تو ذهنمون داریم اهمیت میدیم، با خوندن اون میگیم این داره درباره این که آدمای مختلف رو باید بتونی باشون ارتباط برقرار کنی و تعامل داشته باشی. اگه بخوایم مبارزه و ادامه دادن و ادامه دادن رو ادامه فکر کنیم، یعنی اون چیزی رو که دوست داریم و درگیری و دغدغمونه به سمت تفسیر آن مدلی ذهن ما رو هدایت می‌کنه. حتماً در هر مقطعی. حتماً درست میگی. منتها این قابل تربیته. یعنی چی؟ چون این نوع نگرش من فقط جاذب چیزایی که شبیه خودمه یا دوست داریم، همون دیگه، بله، دوست داریم، بله، یا شبیهمونه. بله. بله. من مانع اینه که دریافت کنیم دنیاهای دیگر رو، در صورت که اثر هنری ما رو مواجه میکنه با دنیاهای تازه که باش تجربه کنیم. آره، ولی بازم ما بر اساس هر کسی از ظن خود شد یاره. به من یقین این حرف نه غلط نیست، هر کسی از ظن خود. من تو میخوام این ظن رو خود رو چکش بزنم، بگم که مثلا تو با همینگوی راحتی، با فاکنر نیستی، خشم و هیاهو رو میخونی، اذیتت میکنه، باش نزدیک نمیشی و غیر و غیره. خب اگر قراره که بخون حرفه‌ای بشی، بخون ادبیات بشی، باید فاکنر رو بخون. درسته، بله. خب یعنی چی؟ یعنی تجربه فاکنر و نوع فاکنر دیدن اضافه شه به من محصول فراستی که این تجربه رو ندارم. حتی اگر دلخواه نیست خودم رو تربیت کنم. یعنی بحث تربیت، بحث اساسی تربیت خواندن، تربیت حس و مواجهه با جهانهای تازهی که جزء جهانهای من نیست و من فقط از طریق هنر میتونم این مواجهه رو داشته باشم با این جهانها. بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم. خیلی صبر من که به خیلی آموزنده و کاربردی بود. امیدوارم تا جایی که میشه کماکان سعی کنید که توی خونه بمونید، فاصله ها رو تا جایی که میشه کماکان حفظ بکنید، مراقب خودتون باشید. اگر فرصتی از کتاب بخونید، آقای فراستی که معتقدن اگر فرصتی نیست هم باید کتاب بخونید. درود بر تو. و خدا نگهدار. چون فرصت هست کتاب بخونید. خدا نگهدار. بسم الله الرحمن الرحیم. کودک بودیم و چشمهایمان از خواندن داستان معجزه پیامبران دیگر برق می‌زد. از عصایی که اژدها شد، کودکی که در گهواره سخن گفت و پیامبری که در شکم ماهی زنده ماند. باید بزرگتر می‌شدیم تا معجزه کلمه را درک کنیم. تا موقع خواندن اقرا بسم ربک الذی خلق، چشم‌هایمان از اشک بدرخشد.